در همین رابطه همراه میشیم با همکارم علی حسین قاضی‌زاده از لندن. آقای قاضی‌زاده، اساسا این گفته های معاون قوه قضاییه بیشتر باید نگران کنه به نظر شما شهروندان خارج از کشور یا امید بخش برای اونها؟ درود بر شما. عرضم به حضورت که این یکی از مضحک‌ترین وعده هایی بود که یک مقام رسمی جمهوری اسلامی میتونست به مردم بده، اینکه شما را در فرودگاه بازداشت نمی‌کنیم، یا اصلا نه، در 5 روز اولی که شما وارد ایران اومدید بازداشت نمی‌شید. این اساساً چه دلگرمی میتونه به ایرانیان خارج از کشور بده، اون هم سرمایه گذارانی که به هر حال قراره که میلیاردها تومان رو به عنوان سرمایه به کشور بیارن. نه، اساساً آقایون فراموش کردند که در سالیان گذشته ایرانیان زیادی بودند که اصلا نهادهای حکومتی چه در حوزه فرهنگ چه در حوزه اقتصادی از اینها دعوت به عمل آورده بودن به طور مشخص، نه اینکه یه فردی حالا میخواد بیاد فکر کنه که این بازداشت میکنن یا نمیکنن، دعوت شدن به طور مشخص و برای اونها از نهادهای امنیتی استعلام گرفته شده بود و همه اونها، برخی از اونها قطعا بازداشت شدن. در دولت آقای روحانی، آقای اسلام‌الدین آشنا که خودش یکی از امنیتی‌ترین نیروهای دولت روحانی بود، برای افراد مشخصی رفته بود، استعلام گرفته بود و بسیار از اونها بازداشت شدن. اینکه این مقام محترم آقای قوه قضاییه عنوان میکنه که من وقتی که از ایران خارج شدم عده‌ای به من رجوع کردن که بدون اینکه هیچ مشکلی داشته باشن ترس از بازداشت دارن و طبیعتا اونهایی که بهشون رجوع کردن نوک کوه یخ هستن و ده‌ها برابر این ایرانیانی هستند که واقعا هیچ کاری نکردند و ترس دارند، رو باید در رفتار خود قوه قضاییه جستجو کرد. اینکه چه کار کردی در سالهای گذشته، چه ایرانیان بیگناهی رو بازداشت کرد، برای چه کسانی سناریو نوشتین و چه کسانی رو با خاطر گروگانگیری و معامله با غرب در واقع اونها رو بازداشت کردین بدون هیچ دلیلی و یه روزی هم به هر حال استفادهشون رو کردین و اونها رو اخراج کردین از کشور. نه، آن چی که وجود داره در کشور ما اینه که سیستم قضایی جمهوری اسلامی به مسابقه یک بنگاه سیاسی عمل میکنه، برای حکومت جمهوری اسلامی گروگانگیری میکنه، بازداشت میکنه، سرمایه‌دارها رو ترغیب میکنه که بیان، بعد سرمایه هاشون رو طمع میکنه که در واقع انحصاری که اونها در عرصه اقتصاد رو از بین ببرن. به هر طریقی هر کسی که در هر حوزه وارد کشور میشه در واقع آزار میبینه و به این باور عمومی در بین ایرانیان شکل گرفته که باید در واقع جمع کنند و برن و حتی اگر کمترین احتمالی هم برای بازداشتشون در کشور وجود داره به کشور برنگردن. آقای قاضی‌زاده، ولی به نظر شما چرا توی این مقطع زمانی، هر از گاهی خب جمهوری اسلامی، این شما هم اشاره کردید، مقاماتش دعوت میکنن از ایرانیان خارج از کشور و این وعده ها رو میدن، ولی چرا الان، چه اتفاق افتاده که در این مقطع زمانی این صحبت ها رو کردیم معاون قوه قضاییه؟ این مسئله اصلی امروز حکومت جمهوری اسلامی این بحث فرار سرمایه است. بسیاری از کسانی که در واقع در ایران صاحب سرمایه هستند به این جنبنده رسیدند که ایران براشون دیگه حوزه کار نیست و باید از کشور خارج بشن. بسیاری از ایرانیان ثروتمند بیرون ایران هم هیچ انگیزه برای سرمایه گذاری در داخل کشور ندارند. جمهوری اسلامی امروز به مشکل خیلی جدی در حوزه اقتصاد برخورد و به شدت به صاحبان سرمایه نیاز داره. یک مسئله دیگری هم اضافه شده به مشکلات قبلی جمهوری اسلامی و اون اینه که صاحبان سرمایه الان برای حکومت جمهوری اسلامی این خطر وجود داره که سرمایه هاشون به سمت مخالفان سیاسی حکومت هم حرکت بکنه. یعنی خبرهایی که شاید در هفته های گذشته ما شنیدیم که برخی از این ایرانیان در واقع ثروتمند قصد دارن که از در واقع خیزش انقلابی مردم رو حمایت بکنن، این رو هم نگران کرده حکومت جمهوری اسلامی رو که در واقع اینها رو به نوعی بخواد بیاره در انحصار خودشون نگه داره یا به نوعی وابسته کنه به خودشون که در واقع سرمایه ها به سمت تقابل با جمهوری اسلامی نره. مجموعه این عوامل این حکومت رو به این نتیجه رسونده که در واقع از صاحبان سرمایه دعوت بکنه برای کشور. ولی باز هم نکته مهم اینه که نهاد تصمیم گیرنده در داخل کشور یک ارگان نیست. کسانی از یک ارگان اطلاعاتی استعلام گرفته برش ارگان دیگری بازداشت میکنه، یک نهادی قول میده یک نهاد دیگری گوش نمیکنه. یعنی اساساً
تعدد این نهادهای موازی اطلاعاتی و امنیتی و اینکه دلایل حکومت جمهوری اسلامی برای بازداشت مخالفین اساساً دلایل ثابت نیست و هیچ منطقی هم پیروی نمی‌کنه و اگر مثلا فردا با یک کشور اروپایی به مشکل بر بخوره می‌گرده که یه تبعی اون کشور رو پیدا بکنه یا چند تبعی اون کشور رو بازداشت بکنه برای اینکه بتونه اون گروگان رو با اون معامله بکنه. یعنی این مشکلاتی که جمهوری اسلامی داره که هیچ کدوم مشکلات نرمال یک حکومت نیست باعث شده که هیچ امنیتی نه برای صاحبان سرمایه برای هیچ کدوم از اسبای ایران بوده نشه باشه و حتی اونهایی که رفت آمد میکنن و هیچ کاری هم نکردن و سالها در حال رفت آمد هستن هر لحظه این احتمال بوده که اونها هم در واقع بازداشت بشن.